حیف و میل ده ها میلیارد دلار دیگر از سفره مردم ایران در سال گذشته میلادی، ادامه سرکوب و افزایش اعدام ها در ایران، ادامه تحریم ها و انزوای ایران در منطقه و جامعه جهانی، از سرگیری مذاکرات اتمی که امیدی به موفقیت آن نمی رود، گسترش اختلافات جناهای حکومتی ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی، گسترش حمایت حکومت ایران از بشار اسد در سرکوب مردم سوریه، اینها بخشی از عنوانهای رویدادها در سال میلادی گذشته در ایران است. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود با تبریک سال نو میلادی به همه ایرانیان عزیز و همه ایرانیان مسیحی به ویژه. با من و شما هستند میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. نگاهی میاندازیم به مهمترین رویدادها در سال گذشته میلادی در ایران و مربوط به ایران. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای دکتر نوریزاده در لندن. درود جناب جمشید چالنگی عزیزم، درود به دکتر محسن سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا هر کجا که هستن، به ویژه در خانه پدری. من هم اجازه بدید تبریک سال نو رو به شما دکتر سازگارا، همه هموطنانمون در این برنامه که اولین برنامه ما در واقع بنده و در خدمت شما و آقای دکتر سازگارا در سال تازه از عرض تبریک بگم. با سپاس. آقای نوریزاده، در سال میلادی گذشته نگاهی که به سفره مردم ایران میندازید و نگاهی به ارقامی که این سو آن سو شده، از مرزها بیرون اومده، سر از بانکهای ترکیه در آورده، سر از بانکهای کشورهای دیگه در آورده، این رویداد و این رویدادها رو، این مسیر رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید جناب چالنگی، تر شده یا نه طبیعی است، یعنی در ایران فقط یه طبقه مرفهن که درجه رفاهشون قابل تصور نیست. یعنی من بعضی از این خونه ها رو که میبینم و اتومبیل ها و نوع زندگی و بریز و بپاش ها رو اصلا تعجب میکنم که واقعا در هیچ کجا در امریکا، در اروپا هم همچین چیزی رو ما شاهد نیستیم. اما اجازه بدید آقای چالنگی، بنده و شما حتما دکتر سازگارم با این کلمه آشناس، موضوعی، یعنی در واقع نان بایس بگم، در واقع بگم بی طرفانه، اگر قضیه رو این جور نگاه بکنیم، چند تا ما صورت مسئله داریم. یک، ایران در محاصره اقتصادی بوده، اجازه نداشته پول نفتش رو داخل بکنه، به دنبال راهی بوده، نظام صدام هم این کار کرد، سوریه هم کرده، دیگران هم کرده، برای اینکه بتونه این کار رو بزنه دور زده، اومده افرادی رو انتخاب کرده، این افراد رو اینجا آنجا گذاشته، اینا از طریق بانک ها رشوه دادن، نظام مصرفی، هدف این بوده پول نفت رو به ایران برگردونه. تا اینجای قضیه آدم نمیتونه ایراد بگیره، چون به هر حال همین پول نفت بوده که همین نون و گوشت معمولی مردم را، دارو و غیره رو فراهم کرده. حالا فساد اونور فعلا میذارم زیر رادیکال و فقط میخوام بگم که روی قضیه اون فساد این است که برای برگرداندن پول نفت و صادرات ایران اومدن شبکه هایی رو در چارسوی جهان درست کرده، از جمله در ترکیه که داستان آقای رضا زراب و بقیهش هست. خب این وسط یه فردی پیدا شده به نام بابک زنجانی، میتونه آدم مقایسهش بکنه با ریچارد برانسون در اینجا، آدمی که از هیچ ابن هیچ اومده شرکت هواپیمایی درست کرده، هتل درست کرده، مؤسسات، ساختمان، غیره غیره غیره، حالا پولش مال دولته، پولش مال اوناست، اونو کاره. به هر حال این آدم هم از خودش یه لیاقتی نشون داده. رژیم سرتاپا فساد
حالا فکر میکنه با گرفتن بابک زنجانی همه چی تموم میشه. یعنی همونطور که در پرونده 3000 میلیارد شما توجه کنید که یه عده آدمی رو اومدن گرفتن که 17000 شغل در ایران ایجاد کرده بودن، باشگاه درست کرده بود، داماش، تلسیه، جاده سازی، کارخونه غیره غیره، حالا با استفاده از نظام بانکی کشور اونا رو گرفتن. اما محسنی اژه‌ای که پشت قضیه بود هنوز در مقام دادستان نشسته. آقای نوریزاده عذر میخوام، ببینید قبل از اینکه برسیم به آقای بابک زنجانی، شما اشاره کردید رژیم اومده یک شرکتایی در ترکیه و این برنامه درست کرده برای اینکه پول نفت رو به ایران برگردونه یا صادرات ایران. بله. آیا این ایجاد سوء تفاهم میکنه؟ یعنی در ارتباط با اون چیزی که در ترکیه گرفتن بالای 80 میلیارد یورو، بله، اینا واقعا برای این بوده که پول نفت ایران رو به ایران برگردونن؟ چون بخش بزرگی از این پول اول رفته به کانادا. بله، عرض میکنم خدمتتون. یعنی من ظاهر قضیه رو، نه من براتون ظاهر قضیه رو گفتم ظاهر قضیه اینه که اومدن شرکتای درست کردن که پول رو برگردونن. آنچه در این ماجرا اتفاق افتاده اون در بحث بعدیمون بهش میرسیم. من ظاهر قضیه رو گفتم، معقولانه است که یک کشوری که در محاصره است بیاد متوسل به انواع و اقسام راهکارا بشه برای اینکه بتونه پولش رو برگردونه. اما در این وسط چه اتفاقی افتاده اون مهمه، و الان اینا بخوان فقط بیان بابک زنجانی رو بگیرن بزنن زندان که در نگاه خیلی از مردم آدم بسیار لایقیه، 20000 تا فرصت شغلی ایجاد کرده، با این نمیتونن. باید ببینن آقا مشتبه در اینجا چه نقشی داشت، باید بیان ببینن پشت پرده کیا نشستن که این آدما رو فرستادن جلو، باید تو وزارت نفت بیان ببینن مافیای وزارت نفت چی کار کرده. اینه که من معتقدم صورت مسئله رو اجازه بدید بشکافیم تیکه تیکه بریم بررسیش کنیم. حتما. آقای محسن سازگارا در واشنگتن، سلام به شما. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، آقای چالنگی عزیز، دکتر نوریزاده مهربان و همه بینندگان گرامی. آقای بابک زنجانی برای بسیار روشن هست که یک فرد نیست، یک جریانه. اما اونطور که آقای نوریزاده اشاره کردن، آیا میشه ایشون رو آدم با کفایتی برای چون سمت هایی که دارا بوده دونست؟ آدمی که به هر حال با یک سری از به استناد عکس‌ها و عرض کنم خدمت اسناد منتشر شده با وزارت اطلاعات هم بی ارتباط و بی اطلاع نبود. والا من نمیدونم، این روزها یک کمپینی در فیسبوک خود ایشون، خود آقای بابک زنجانی معلومه دوستانش شروع کردن که ایشون رو یک کارآفرین، یک انترپرنور درجه اول نشون بدند و کسی که اگر نبود ایران از اتیوپی هم عقب افتاده‌تر بود، این اینو نوشتن. واقعیتش این نیست که کارآفرین ها از جمله کسی که آقای نوریزاده اشاره کردن یا در اقتصاد امریکا یا جاهای دیگه، در یک اقتصاد آزاد معنی داره. یعنی یک آدم کارآفرین که بتواند تشکیلاتی درست بکنه، ابتکاری بزنه، فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه، مثل آقای استیو جابز فرض کنید، بنیانگذار اپل، یا آقای بیل گیتس مثلا، یا امریکا هنوز هم شاید بهترین جا برای پرورش کارآفرین هاست، ده ها مثل اینها. ولی در اقتصاد ایران واقعا سخت آدم بتونه قضاوت کنه بگه آیا آقای زنجانی یک کارآفرین بیزنسمن موفق یا یک دزد سر گردن است و یک حقبازی است که فقط هنرش این است که دستش با چهار نفر توی بیت رهبری مثل آقا مجتبی خامنه ای و تو اطلاعات و توی عرض شود که بانک مرکزی و وزارت نفت و اینها یکیه و این کارو میکنه. میتونن بهش امکانات بدن، پول نفت ایران رو دستش بدن ببره و اینطوری یک مرتبه یک شبه چاق و چله بشه. من شخصا خودم نمیدونم، قضاوتی راجع به شخص آقای زنجانی ندارم، نه هرگز دیدمش نه میشناسمش، یک
جوانی است که یک مرتبه زد یک سال در هست. اون چیزی که منتشر شده ارتباطاتش با آقای کاظمی یا جاهای دیگه یا بیشتر آقای چالنگی متاسفانه اولی رو نشون میده، یعنی کسی که اون میر کاظمی معروف به حسن رعیت، کسی که در جنبش سبز عکسش منتشر شد که اسلحه کمرش ترک موتور تو خیابون مردم رو داره میکشه، پهلو به پهلوی ایشون بوده، همیشه با ایشون بوده، همین پریشب هم چهار پنج شب پیش هم با اون مداح آقای محمود کریمی تو خیابون به یه زوج تصادف کردن، اسلحه کشیدن، تیراندازی کردن به ماشین اونها. آقای زنجانی دم دوره بریاش این آدم ها بودن و از نظر من یک کسی در حدود همون شهرام جزائری و امثال این هاست احتمالا توی این حکومت 10 تا 20 تا دیگه اقلا مثل اینا هستن که توی ویترین میگذارنشون، اون پشت کسان دیگه حیف و میل میکنن و هر به هر چندگاهی هم تاریخ مصرفشون که تموم میشه سرصدا که در میاد قربانیشون میکنن. چند وقت دیگه حالا دوتا بابک زنجانی دیگه در خواهد. آقای نوری‌زاده این چه جریانیست؟ این چه جریانیست که هر از چندگاهی به گفته آقای سازگارا هم بابک زنجانی تولید میکنه، شهرام جزائری تولید میکنه و خاوری تولید میکنه؟ قطعا یک نفر نیست، یعنی قطعا بابک زنجانی هر کی که باشه نمیتونه به تنهایی همچین پولایی رو حیف و میل کنه، یا اون یکی زراب یا بقیهشون. این چه جریانیست؟ این مگر حکومت قرار نبود به داد مستضعفین برسه انقلاب اسلامی؟ بدید آقای چالنگی، این نظامی که بر مافیای دهه 30 و 40 و 50 حکومت میکرد، اون نظام مافیایی، شما یه پدرخوانده دارید بزرگ، گادفادر اصلی کیه؟ آقای خامنه ای. بعد شما کنارش یه سری فادر دارید که این فادرهای مختلف هستن که من یه بار تشبیه کردم تو همین برنامه، نظام جمهوری اسلامی رو گفتم یه میزه، این میز لقه و هر آن احتمال سرنگونیش هست، یه رومیزی رو این کشیدن و پونز زدن به همه جاش. این پونزا آقای بابک زنجانی و شهرام جزائری و امثاله و مثلا آقای زراب و غیره، هر کدوم از این پونزا که لق میشن خود این میزم لقتر میشه. حالا چرا همچین نظامی هست؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی شفافیتی وجود نداره، اون چی که ترانسپرنسی میگن در غرب در ایران وجود نداره، در هر جا پرونده اتمی گرفته تا نخودلوبی های مردم تا نفت تا هر چی، مافیاها هر کدوم در گوشه‌ای برای خودشون یه تیول دارن، این زمان خاقان مغفور، شاه شهید، ناصرالدین شاه، هر کدوم یه تیول دارن. این تیول که بهشون داده میشه، محسنی اژه‌ای یه تیول داره برای خودش، یه تشکلی و غیره، آقای مصباح یزدی داره، آقای وزیر اطلاعات داره، اون یکی، اینا هر کدوم یه تیول دارن. تیولداران در زیر مجموعه خودشون آدمهایی رو مأمور میکنن که مقاصد اونا رو اجرا کنن. اینا در واقع اونایی میشن که تو مافیا میفرستادن آدم میکشتن، از مغازه‌ها باج میگرفتن، از روسبی‌ها قمارخونه‌ها باج میگرفتن. اینا هم این آدم‌ها رو دارن. اون وقت یک سپاه پاسداران هست که بزرگ تیولدار رژیمه. سپاه پاسداران زیر نظر مستقیمه مقام معظم رهبری که گادفادر اصلیه، سپاه شاخکهای خودشو روی دونه دونه این مافیاها گذاشته. به معنای دیگر هر مافیایی فقط به یه جا باید جواب پس بده، اونم سپاهه. این افرادم اونجا گذاشتن. یادتونه چند ماه قبل وقتی آقای عباسی از اون پناه رو دزدیدن در دبی، همزمان اینجا اعلام کردیم در جورجیا، در گرجستان، در ترکیه و در قبرس هم 5 نفر رو دزدیدن. اینا عیناً مثل همین آقای زراب و اینا بودن، یعنی آدم‌هایی که رژیم فرستاده بود برن حساب بانکی باز کنن. در حد آقای بابک زنجانی 3 تا بانک در مالزی داشت و عکسش جلو بانکش انداخته که اومده بیرون جلو بانک ایستاده. و این آدم برگشت به ایران، میتونست فرار کنه. چرا؟ چون 9 میلیاردی که پیشش بود 2 میلیاردش رو برگردونده بود، بعد دولت مالزی اومده بود جلوی فعالیت بانکش رو گرفته بود، پولا در واقع توی یخچال مونده.
آقای بابک برگشت ایران، چون پولا رو که میفرستاد کمیسیونش رو میگرفت، اون بهش کمیسیون میدادن. و این است که نظام فاسد جمهوری اسلامی که عین مافیا عمل میکنه، طبیعتاً مجال میده به ظهور چنین آدمهایی. آقای دکتر سازگارا درست گفت، من نمیگم اینا آنتروپرنو هستن یا آقای ریچارد برانسون، گفتم ظاهر قضیه اینه که یه آدمی لیاقت داشته اومده هواپیمایی زده، نمیدونم شرکت اتوبوسرانی که درست کرده اتوبوساش در دنیا بی‌نظیره، یا ساختمون سازیاش یا کارهای دیگرش. در هر حال اون نظام مجالی به آدم سالم نمیده. محمود خیامی در اون نظام نمیتونه عمل بکنه، علارغم اینکه بالاترین خدمات رو به ایران کرده، ولی این آدم میتونه عمل بکنه. ببینید آقای نوزاد، بس بر سر همینه، یعنی شما ببینید بس بر سر این نکته است که آقای بابک زنجانی که از راه نرسیده که بهش بگم بفرمایید این گوی این میدان سازندگی کنید یا هر چیز دیگه، حالا 4 تا اتوبوس، یه شرکت اتوبوسرانی هم راه انداخته، کار سختی هم نیست، پول داشته باشه. من چیزی نگفتم، نه من گفتم، من گفتم این یعنی، نه گفتم این آدما رو انتخاب میکنن این سازندگی ها برای چپاول، یا نه هدف سازندگی بوده، اومدن کاری کردن، کار اساسی کردن، بعدن آلوده شدن. آقای بابک اگر جمهوری اسلامی چون این سازندگی هایی رو مجال بده، خب 50 نفر در عرصه سازندگی کار اساسی بکنه. خب من چی عرض کردم؟ گفتم در این مملکت مجالی به محمود خیامی نمیدن، مجالی به آدم ها به لاجوردی نمیدن، مجالی به کسانی که با جون و دل با عشق به ایران برای سازندگی ایران گام برداشتن هرگز نمیدن. اما بابک زنجانی ها فرصت پیدا میکنن، برای اینکه در غیاب آدم های درست، آدم هایی که دانششو دارن، تجربهشو دارن، چرا؟ چون رژیم بهشون میگه آقا من این ماموریت رو به تو میدم، دیدم بچه بدی نیستی، پاشو برو مالزی، پول بهت میدم، بانک درست کن، برو اونجا برنامه بذار، پولشویی کن، پولای ما رو برگردون. این کار اینا اینجور، منتها توشون آدمی پیدا میشه مثل رئیس بانک ملی، پولشو هم داره در میره، میره حالا در اشل پایین کانادا، یا دیگری پیدا میشه فرار میکنه میره ژاپن یا میره سنگاپور. یه عده‌ای هم در داخل میمونن، رژیم هر جا تنگ میاره، راه براش تنگ میشه، یکی از اینا رو قربانی میکنه. آقای سازگار، ببینید سپاه پاسداران در سالی که گذشت عملا در عرصه سیاسی یکی دو قدم به نظر میاد جلوتر اومده، به خصوص بعد از انتخابات اخیر. در عرصه اقتصادی هم همینجور. آیا سپاه پاسداران به طور یک پارچه است و به طور یک پارچه در اون چی که در جمهوری اسلامی میگذره سهیمه، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و فراتر از اون در عرصه فساد پنهان و آشکار اقتصادی در جمهوری اسلامی؟ نه اصلا سپاه، این نکته مهمی است که بعد در تحلیل سپاه به اون توجه کرد. سپاه سازمان یک پارچه‌ای نیست، نه در عرصه سیاسی ساختار واحدی داره، نه در عرصه اقتصادی و نه حتی در حوزه نظامی. سپاه با تنوع فعالیت‌هایی که داره سازمانیست که رقابت‌های پیدا و پنهان در درون خودش هم شکل گرفته. انواع آدم‌ها در سپاه به وجود اومدند و این اتفاقا یکی از اون گرفتاری های بزرگ کشوره. بعد هم سپاه سازمانی است که فاقد انضباط لازم هست برای اینکه اون رو یک سازمان نظامی بخونیم. سازمانی است که عناصر خودسر، بخش هایی که کارهایی که خودشون دلشون میخواد میکنن توش فراوونن و آقای خامنه ای اسمن فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه هست، اما در عمل خیلی اوقات تنها کاری که میکنه این است که توازن برقرار میکنه بین بخش هایی که الان صاحب قدرت و ثروت و اسلحه شدن. به هر صورت پدیده‌ای به نام
سپاه که از نظر من تبدیل شده به یک پدیده منحصر به فرد در دنیا. سازمانی که هم آدمکش، هم قاچاقچی، هم کاسب، هم کارخونه داره، هم سازمان امنیت، هم روزنامه داره، هم اخیرا میخواد تلویزیون دایر کنه، هم مثل یک حزب عمل میکنه، در همه جا پاش درازه. طبیعتا سازمانی است که تنوع گوناگونی درش به وجود میاد و یکی از گرفتاری های بزرگ کشور همین سازمان است که به این شکل دست و پاش در همه جا درازه. خب این سکوتی که در اون بخش به گفته شما بدنه سپاه پاسداران، بخشی که احتمالاً دستش آلوده نیست به این همه فسادی که هست، این سکوت رو در اون بخش شما چطور توجیه میکنید؟ همونطور که سکوت روحانیت غیر دولتی رو در سال گذشته، سکوت افرادی که به هر حال به گفته خود شما آقای نوری‌زاده در برنامه های پیشین دستشون آلوده نیست به دزدی ها، چپاول ها در سال گذشته، در حکومت هم هستن، گوشه ای دارن کار میکنن، این سکوت و عدم اعتراض های سازگاره چطور توجیه میکنید؟ مثل بقیه مردم، مثل بقیه، مثل بدنه ارتش، مثل بدنه کارمندان دولت، مثل کسبه کشور، این که شما بدنه سپاه مثل بقیه کارمندا گرفتار نون و آب زندگی و گرفتاری ها و ترس و سرکوب هستن. ضمن این که در این قبیل سازمان ها سرکوب و کنترل افراد به مراتب شدیدتر از جاهای دیگه است. اصلا بند مخصوص سپاهی ها هست و در زندان، و اگر هم سپاهی بخواهد اعتراضی بکنه، کاری بکنه، به شدت باهاش برخورد میکنه. من بر این اون تابعی است از متغیر نارضایتی کل کشور که هرگاه نارضایتی ها از حدی فراتر بره، اون وقت بخش های مختلف جامعه از جمله بخش های سپاه هم ممکنه که به حرکت در بیان. بر صورت یاد اون باشه سازمان های نظامی که توش بیجی رو ببند و سرکوب بیشتره، معمولا در برآمدن های اجتماعی، معمولا در اعتراضات اجتماعی، شاید جزو آخرین بخش های هستن که به حرکت در میان، برای اینکه خب بالاخره سرکوب توشون شدیدتر از جای دیگه است. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. مرور میکنیم مهمترین رویدادهای ایران و مربوط به ایران را در سال میلادی گذشته 2013. گفتگو میکنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، یکی از رویدادهای داخلی ایران انتخابات بود. آقای حسن روحانی آمد بر جای آن یکی که آقای احمدی نژاد بود نشست. حجت الاسلام بر جای دکتر نشست. وعده‌های بسیار داده شد. چندین ماه گذشته، گرانی همچنان رو به افزایش، اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده. کارنامه این دولت رو شما چطور ارزیابی میکنید در همین چند ماهی که گذشت، و این امید بخش هست برای آینده یا جناب چالنگی عزیزم؟ اولا بذارید بهتون بگم، به اعتقاد من آقای خامنه‌ای و تیمش، اون گروهی که بودن در انتخابات، بازی بسیار هوشمندانه کردن. خیلی بازی هوشمندانه بود. یه لولوی رو به نام سعید جلیلی آوردن وسط که همه وحشت زده ازش بودن، مجال ندادن به رفسنجانی که بیاد در انتخابات شرکت بکنه. در نتیجه رفسنجانی رفت تو حوض اسید، از اون ور روحانی اومد بیرون و خب جوانتر، با ریشش مرتبتر، شیکتر،
نقرگون و عمامه آن کادره، عبای شی، کفش قبای دور کفش نمیدونم شارژوردن، عینک گوچی، خیلی خوب اومد آقا به صحنه. رنگ بنفش، یعنی ببخشید اینو زد، یعنی اینکه آقای رفسنجانی نگذاشتنم هم جزء همین بازی بود که اشاره کردید. من ببینید واکنش رفسنجانی اون وقت خیلی تند بود، ولی بعد که روحانی اومد رفسنجانی آرام گرفت. نمیدونم شاید قانعش کردن بهتر شیخ ناتو نباشی و یه نیروی جوانتر باشه. نمیتونم تا اون حد برم که بگم رفسنجانی خودش تو این بازی بود، ولی بازی بسیار هوشمندانه کرد. چرا؟ حالا براتون میگم. وحشت از سعید جلیلی به جایی رسیده بود که من گاهی با آدم ها حرف میزدم میگفتن آقا به خدا ولایتی اقلا بهتره، یعنی در حد ولایتی مردم قبول کرده بودن. قالیباف هم یه پایگاهی به هر حال برای خودش در میان قشرهای میانی، در میان جوونا، در میان اینا داشت که میگفتن به هر حال من خودم ترجیح میدادم قالیباف بیاد جای روحانی، چون روحانی مرد عمل نیست، روحانی میانه بازی است. نگاه کنیم 34 سال در درون رژیم همیشه در بهترین جایگاه قرار داشته، هیچ وقت هم هیچ که انتقاد ازش نمیکنه. حالا در این گیرودار که بودیم آقای روحانی رو آوردن برای ما علمش کردن و آقای روحانی آمد و بازی بسیار قشنگی کرد، حرفای خوبی زد، حرفای که مردم دوست داشتن بشنون و مردم انتخابش کردن. اومدن به هر حال در اون جمع ایشون 18 میلیون رأی آورد. یه بازی همون آخر شد که در همون دور اول برنده بشه و به دور دوم کشیده نشه. آرای باطله رو منظور کردن به حساب ایشون که 51% رو رد شد. خب آقای روحانی آمد، حالا این همه وعده به مردم داده، اما آقای روحانی با آقای خامنه یه وعده داده: من مسئله اتمی رو حل میکنم. اینه که تمام قضایا تحت شعاع قرار گرفت. پیروز میخوندم که آقای نهاوندیار میگه آره تورم و ما امیدوار بودیم اینجوری بشه، حالا 34.5%. یعنی مشکل دولت روحانی الان تورم نیست، مسئله یارانه ها. ایشون اومدن اول گفتن آقای ترکان ما پول نداریم، ما 6 میلیارد میخوایم پول نداریم. خب مسئله یارانه ها بی اعتناب ازش گذاشتن. مسئله مبارزه با فساد، اگر رستم قاسمی فاسده چرا باید بشه مشاور معاون اول؟ اگر 2 سال وزارت نفت رو غارت کرده با دزدای اطرافش چرا باید بشه مشاور معاون اول؟ معلوم شد اون پشت پرده به دوبستان های در جریان، ملت بیچاره حیرون داره نگاه میکنه، برای توافقنامه موقت اتمی دست میزنه. 1 سال 2 سال قبل در آلماتی و در استانبول پیشنهادهای بهتری به ایران داده بودن. دوست احمدی نژاد اومد اعلام کرد آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی جلوشو گرفتن. حالا آقای روحانی اومد گفت من آخرین راه نجات شما، رفت ژنو 1 رو، اونجا هم بعد ژنو 1 و 2 گفت، رفتن موقت رو امضا کردن و 20 ژانویه هم قرار طرفین تمام التزاماتشون رو اجرا کنن. یعنی 7 میلیارد برمیگرده به ایران، 7 میلیارد وارد بازار بشه تورمزاست، در نشه دردی از درد مردم حل نخواهد شد. مطمئن باشه بگم. وارد بازار نمیشه بخش بزرگیش های نوزده، حالا وارد هر جا هم بشه. ببینید آقای چالاگی، 1 میلیارد دلار رو شما تبدیل به ریال بکن بریش تو بازار، تورمزاست از اون 7 میلیارد. قرازم اینه که هیچ راه حلی برای دردهای بیدوای مردم ارائه داده نشده. من بودجه رو داشتم نگاه میکردم، ارقام بودجه رو، کجاها بودجه زده شده. وزارت خارجه بودجهش 60-70% رفته بالا، ولی از اون طرف وزارت کشاورزی بودجه اومده پایین. خیلی از وزارت وزارت صنایع، وزارت صنعت بودجهش اومده پایین و اینا نشون دهنده اینه که این دولت بلند پروازی برای عبور از این مرحله بحرانی نداره. این دولت فقط میخواد مسکن بزنه، آسپرین بده، مردم رو یه خود آروم بکنه. آقای سازگار، ببینید از زمان نخستین رئیس جمهوری آقای ابوالحسن بنی‌صدر تا بیایم به این آخری برسیم، حسن روحانی، دیگه گل سرسبد همه این حضرات آقای محمد خاتمی هست
که از ریز و درشت حتی برخی از مخالفین حکومت هم امید بسته بودن که دیدیم چه شد. آیا پرسش این هستش که در این نظام حسن روحانی که یکی از کارگزاران عمده این نظام هست و بقیه آقای رفسنجانی که دیگه جای خود داره، آیا اساسا میتونه رئیس جمهوری بیاد سرکار یا کسی بیاد در سمت ریاست جمهوری که به سود مردم کار کنه با وجود ولایت فقیه، با وجود چنین قانون اساسی، با وجود چنین نظامی که هر گوشش دست یک تفنگچی و تفنگدار هست و وزارت اطلاعات و همه نخوان به ولایت فقیه و بیت رهبری قد میشه؟ نخیر، در واقع پاسخش نه هستش، برای اینکه ساختار قانون اساسی به گونه است که بیش از 80% قدرت دست شخص رهبری است و یک نوع جنگل قدرتی که در ایران هست رئیس دولت که سمت رئیس جمهوری در واقع رئیس دولت هست دست و بال بسته ای داره و نمیتونه کار بکنه. نه به اصطلاح مشکلات حکومت به ذات بالعرض نیست، مشکلاتش به ساختار قانون اساسیش برمیگرده، به این فرد و اون فرد اصلاح نمیشه. خب در چنین شرایطی هست که در همین چارچوب ما وقتی نگاه میکنیم در هر حکومتی نمایندگانی داره در سیاست خارجی که اونجا هست که شاید به طور یک پارچه عمل کنیم. در مورد برنامه اتمی قرار بود که به طور یک پارچه عمل بکنه این دولت، یعنی روز اولم گفتن تمام اختیارات وابسته میشه، منتقل میشه به دولت و وزارت خارجه نمایندگی میکنه مذاکرات اتمی رو. اما امروز میبینیم که نه تنها سپاه پاسداران، نه تنها بسیج، نه تنها این اون بیت رهبری، بلکه حتی امام جمعه رفسنجان هم همین امروز درباره برنامه اتمی ختمش تعیین کرد. 60% ادامه خواهیم داد و به کوری ششم آمریکا به گفته ایشون. این رو چطور شما تفسیر و تعبیر میکنید؟ یعنی مذاکرات اتمی رو مسیر شما کجا میبینید؟ آقای کوثری نماینده سپاهی مجلس پریروز خبری رو مطرح کرد که شاید به صدر اخبار همه رسانه های دنیا اومد. ایشون مطرح کرد که یک کمیته تشکیل شده ناظر بر مذاکرات هسته‌ای از رؤسای سه قوه به همراه مسئولان ارشد کشور، که دیگه مسئولان ارشد بیرون از رؤسای سه قوه احتمالاً چند تا از سپاهی ها میشن و مطمئناً یکی دوتا هم نماینده بیت رهبری. و خبر داد از این که این کمیسیون قرار است جزء به جزء مذاکرات هسته‌ای رو دنبال بکنه، برای اینکه در ژنو ایشون طبق حرفی که ایشون زد منافع ایران تامین نشده در توافقنامه ژنو، که حالا اگر مشکلات اجراییش حل بشه قرار است تازه از 20 دی ماه به اجرا در بیاد در یه دوره 6 ماهه. ببینید مسئله این است که به نظر من این آقایون آستیگماتیزم سیاسی دارن، کج میبینن، دوبینی دارن، یعنی اصلا حواسشون نیست که آقای ظریف و تیمی که میرن سر میز مذاکره میشینند از چه موضع ضعیفی میشینند. چیزی دستشون نیست که بخوان چونه بزنن و فکر بکنن که میتونن کاری بکنن. الان اقتصاد یه مملکتی نفسش به شماره افتاده، مسئله تحریم های سنگینی که گریبان کشور رو در نهایت بی تدبیری آقای خامنه ای طی 7-8 سال گذشته گرفته و امکان شما وقتی سر میز میشینی باید یک چیزی داشته باشی حرکت بکنی، یه حرفی داشته باشی که بگی این رو میدم اون رو میگیرم. تیم مذاکره کننده ایران جز این که بگه حالا من غنی‌سازی رو مثلا چونه بزنه بلکه با تأخیر بیشتری متوقف کنه، یا این سایت رو
دیرتر بازرسی بکنن یا غیره چیز زیادی دستش نیست. به همین دلیل هم این آقایون توقعشون این است که دنیا در واقع تحریم ها رو برداره، همه چیز رو رفع کنه، ایران رو هم عرض شود که دستش رو باز بگذاره، بازرسی هم نخواد بکنه و مثلا غنی‌سازی 20% رو متوقف کنه. این اتفاقی که خب نمیفته. مفهوم این توافقنامه ژنو که اتفاقا توافقنامه مبهمی هم هست به لحاظ وردینگش و نگارشش، مفهومش این است که ایران باید غنی‌سازی رو متوقف کنه و اگر روح در واقع این قرار داد اگر بره اجرا بشه 20% رو بلافاصله توسعه نده، بعدن کاملا تحت کنترل مثل اون معاهده پاریس در درصدی بتواند با نظارت نزدیک سازمان‌های بین‌المللی در یه درصد پایینی بتونه مثلا غنی‌سازی بکنه. ببینید این ماجرا، حالا آقایون در مجلس این حرفی که میگید امام جمعه رفسنجان گفته، فکر کرده چیز خوبی یاد گرفته، گفت خوش وردی تو از بر کرده ایلیک سوراخ دعا گم کرده، ایشون نگاه کرده دیده حالا در مجلس فکر کردن چرچیل رو درس میدن، اومدن تهدید کردن که ما میریم تصویب میکنیم، 200 نماینده امضا کردن به هیئت رئیسه دادن که برای دولت غنی‌سازی 60% رو الزامی میکنیم. این از اون حرفاییست که واقعیتش اینیست که برای منی که به عنوان ناظر بیرونی نشستم دو طرف رو نگاه میکنم آدم خندش میگیره. یعنی دوی علی گلابی است که کسی نمیخره توی دنیا. به هر حال الان که صحبت میکنیم قرار است که به محض پایان تعطیلات که تقریبا دیگه تموم شده در امریکا برگشتن سر کار، این لایحه جدید قبل از تعطیلات صحبتش بود، علی‌رغم مخالفت دولت اوباما در کنگره امریکا تصویب بشه و آقای اوباما اون رو وتو بکنه. چاره ای هم نداره آقای اوباما جز این که وتو بکنه و دست بسیار بالایی رو خواهند داشت اگر این اتفاق بیفته. به صورت به نظرم اینها بیشتر از نادونی این حضرات این حرف رو میزنن، اما شخص آقای خامنه‌ای به نظرم شما میبینید صداش هم در نمیاد، ایشون دوباره رفته پشت پرده و اون کمیسیونی هم که آقای کوثری گفته بیشتر به نظر من این نیست که ایشون میخواد بین خودش و جامعه زهر یه پراکسی دیگه، یه حائل دیگه هم بگذاره که فردا اگه من جامعه زهر خوردم بندازه گردن حالا این کمیسیون. ولی شخص آقای خامنه ای احتمالاً بهتر از همه اینها میداند که مملکت رو به چه افلاسی رسونده و چاره ای هم جز جامعه زهر خوردن و کوتاه اومدن نداره. خب البته قرار هست از امروز می اومدن کم کم کنگرسمن ها به نمایندگان کنگره و سنا، ولی از دیشب برف سنگینی نسبتا سنگینی باریده در واشنگتن و احتمالاً پروازهای زیادی نزدیک به 2000 پرواز در سراسر آمریکا از دیشب و امروز لغو شده پروازها. حالا باز اگر امام جمعه رفسنجان یا امام جمعه دین حضرات نگه اینها امدادهای غیبی است که این کنگرس مایون به نمایندگان کنگره به کنگره نرسن چند روز تاخیر بیفته، باز جای تعجب نخواهد بود اگر چون این چیزی رو گفتم. احتمالا هفته آینده کنگره باز خواهد شد، یعنی فعالیت چون رسما شروع. آقای نوریزاده، آقای سازگارا اشاره کردن به اینکه چیزی روی میز مذاکرات نداره ایران، اما خواهد گفت بسیارشون معتقد هستن که دستی در سوریه داره حکومت، دولت عراق آقای نوری المالکی دست نشونده یا فرمانبر به گفته مخالفین آقای مالکی فرمانبر تهران هست، دستی در لبنان داره روی گروه های خفته شیعه برای خرابکاری در کشورهای جنوب خلیج فارس و و و جاهای دیگه. میگن اینها کارتایی است که تهران در دست خودش داره. خیلی عجیبه. میگن بر اساس همین کارتاست که اداره آقای اوباما یا دولت اوباما این همه نرمش در برابر جمهوری اسلامی و با طمأنینه و عرض کنم خدمتتون چنین رفتار میکنه. این رو چطور تعبیر؟
قربون تو برم، گفت ولزالین واشنگتن دیگه راجبش زیاد نگیم، آقای اوباما خدا انشالله به رای راست هدایتش کنه، پدر منطقه رو در آورد. ببینید یه نکته رو خدمت رو عرض بکنم، یه وقت شما برگ‌های برنده‌ای در دستتون دارید که این برگ‌ها همه ایس یا آسه، میزنید زمین و توی مذاکرات استفاده میکنید، ولی نوری المالکی بالا پر شکسته ای که امروز اعلام میکنه القاعده رو نابود کردم تموم شد، برای همین ارتش رو از انبار رو از شهرهای دیگه کشیدم بیرون، و روز بعد القاعده داعش همین سازمان دولت اسلامی عراق و شام میره دو تا شهر عراق فلوجه و انبار رو میره میگیره، این یه آدم گردن شکسته نوکره که میره تو آمریکا آقای اوباما پیشونیشو میبوسه و میگه گو اهد، میره تهران ولی فقیه شانهاشو میبوسه، یا ایشون شانهای ولی فقیه رو میبوسه، کرواتش هم وام میکنه. یا در سوریه یه رژیم آدمکش آدمخواری که 145 هزار نفر رو کشته، این رژیم جمهوری اسلامی بالا بره پایین بیاد، آقای خامنه‌ای به امام زمان متوسل بشه، این رژیم سرنگون خواهد شد. منتها کاری که دولت آمریکا و کشورهای غربی کردن روز به روز زمینه ظهور و قدرت گرفتن آدمخواران اسلامی رو بیشتر کردن در سوریه، در حالی که ارتش آزاد و ائتلاف آدمای متمدن تحصیل کردن که هم اسلامی دارن هم کمونیست دارن توش. در لبنان جمهوری اسلامی منفورترین دولت در لبنانه، همین چند روز قبل که سعودی‌ها 3 میلیارد دلار هبه به لبنان دادن که از فرانسه اسلحه بخره، من نگاه کردم دو تا روزنامه در لبنان که نوکرای جمهوری اسلامی، العهد که مال حزب الله است و روزنامه الجمهوریه که پولش رو سفارت ایران میده، این دوتا فقط تقویح کردن، همه مطبوعات رادیو تلویزیون ها برای سعودی ها دست زدن، اما جمهوری اسلامی میلیاردها دلار اونجا خرج کرده، جز حزب الله کسی براش نمیرخصه. اینه که این برگه‌ها برگه‌های برنده نیست، در یمن ناسزا بهش. آقای نوری‌زاده بله، این برگه‌ها برگه‌های برنده، من حرف من برگه برنده نیست، من میگم اعمال قدرت هست. طالبان هم عرض کنم خدمتتون که به هر حال منفور بسیاری است، اما در مراحلی کرزای و با واسطه و تا آمریکایی‌ها بخشی از دولت اوباما توصیه می‌کردن که بدون مانع میدونستم مذاکرات با طالبان رو. ببینید آقای چالنگی، شما وقتی برحق نیستی و کار درست نیست، اگر از این برگه هم بخوای استفاده کنی، مگه اوباما چقدر دیگه در کاخ سفیده؟ یادمون باشه اوباما میره، مثل کارتر سهم تاریخ میشه و یه لعنت بزرگ همراهش خواهد رفت. اما این رو بخوام بگم، آمریکا فقط نیست که دنیا رو شرایطش رو مقرر میکنه، چهار روز دیگه در عراق انتخاباته، امروز میبینیم صفبندی ها در عراق داره عوض میشه، رئیس جمهوری لبنان گفته دولت جدید لبنان به ریاست صاحب تمام سلام باید تشکیل بشه تو ماه اول سال، در مصر رفراندوم است و بعد انتخابات. میخوام بگم منظر منطقه رو به تغییره و جمهوری اسلامی این برگا تو دستش خواهد سوخت، دستشو میسوزونه. و این است که من معتقدم در ژنو الان وقتی بیستم این قراردادو به مرحله اجرایی در بیارن و مذاکرات فنی برای قرارداد نهایی شروع بشه، ما روز به روز شاهد قدرتمند شدن جمهوری اسلامی نیستیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که با تغییر نقشه سیاسی منطقه جمهوری اسلامی ضعیفتر و انفعالیتر عمل خواهد کرد. آقای سازگار، گام هایی در سال گذشته بین آمریکا و حکومت ایران برداشته شد، لبخندهای وقف ناپذیر محمد جواد ظریف که از سوی خیلی از منتقدین حکومت ایران به عنوان خنده های بی حاصل توصیف شد، و همینطور حرفایی که بین جانکری و ظریف رد و بدل شد، عموماً این رو به طرف حل بحران موجود بین آمریکا و ایران و بالعکس میدونید یا خیر در بر همون پاشنه میچرخه، علی رغم ابراز تمایل مکرر دولت پرزیدنت اوباما و علی رغم ابراز تمایل پنهان و آشکار جمهوری اسلامی؟
ببینید، ماجرا از آقای ظریف و کری شروع نشده، با افشاگری هایی که از شیتد پرس کرد، نیویورک تایمز کرد، رویترز کرد، الان دیگه خیلی خبرگزاری ها مطرح کردند. ماجرا به شاید نزدیک 2 سال قبل برمی کرده. شخص آقای خامنه ای هم در جریان بوده و از بالا سر دولت احمدی نژاد هم کردن، یعنی اون رو بازی نمی دادن. برای این ابتدا آقای ولایتی مشاور آقای خامنه ای در قطر با خانم جرت که مشاور نزدیک آقای اوباماست ملاقات کرده، ظاهرا چند بار هم. بعد ادامه اون در عمان در مسقط ویلیام برنز بوده، طرف ایرانی هنوز افشا نشده کی بوده، ظاهرا 5 بار ملاقات کردن. همه اینها قبل از اصلا انتخابات گذشته در ایران و سرکار اومدن دولت روحانی بوده. بنابراین یک دیپلماسی مخفی یا یک به اصطلاح ترک تو، یه مسیر دومی که خارج از مسیر رسمی دیپلماتیک از مدت‌ها قبل شروع شده بوده. اصل ماجرا این است که آقای خامنه‌ای در واقع به تنگنای پولی خورده و برای گردوندن اون امپراتوری 95 میلیارد دلاری خودش پول احتیاج داره، بنزین احتیاج داره، برای پول دادن به همین عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و غیره که تا الان بیشتر از 17 میلیارد دلار فقط در همین جنگ‌های داخلی سوریه به دولت سوریه پول داده ایران، چون پول احتیاج داره. به همین دلیل هم راه افتاده و سعی کرده بلکه با عادی کردن رابطه با آمریکایی ها، نه عادی کردن بلکه با دوستی کردن پشت پرده به که ایشون که جام زهرم یواشکی میخوره و بعدم میندازه گردن این و اون، بلکه بتواند که راه حل و مشکل پولی رو حل کنه. اما آیا این روند منجر به عادی سازی روابط ایران و امریکا میشه؟ ببینید، این ماجرا هم در ایران دشواری داره. در ایران البته انقدری که من این مدت دیدم، حداقل در فضای مردم، در فضای بیزنسمن ها و تجار بخش خصوصی ما، حتی در فضای دولت مردان و دستندرکاران حکومتی، گرایش به این که رابطه با آمریکا اصلاح بشه، نرمال بشه، طبیعی بشه خیلی زیاده. آقای چالنگی خیلی زیاد، من واقعا خودم اعتراف میکنم، تعجب میکنم از این مقدار اشتیاقی که برای برقراری رابطه تجاری و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی با آمریکا الان در بین ایرانی ها وجود داره. ولی در بین حکومتی ها، کسانی که دستشون هست چاقو و تیغ و آدمکشی و سربریدن، این ماجرا گرفتاریش همون گرفتاری است که 30 ساله در اون کشور هست. یعنی هر کس نگران اون یکی بره با آمریکا دوستی بکنه، سر این بیکلاه بمونه، لذا زیر پای اون یکی کشه در اون جنگل قدرت. در امریکا، سمت امریکاش، در واشنگتن ماجرا از تهران سخت‌تر هم هست. من شاید قبلا هم عرض کردم، به نظر من انقدی که من شهر واشنگتن رو شناختم، هیچ حکومتی در دنیا از جمله حکومت جمهوری اسلامی نمیتواند رابطه تش رو با دولت امریکا عادی کنه و در همون حال خواستار محو اسرائیل از صحنه روزگار بشه. بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد رابطش با آمریکا رو اصلاح بکنه، نرمال بکنه، طبیعی بکنه، مطمئنا ناچار است که جراحی های عمیقی در سیاست های منطقه ایش بکنه. رأسش هم مسئله اسرائیل. آقای نوریزاده، ببینید، همین امروز آقای احمد خاتمی، امام دولتی نماز جمعه یا امام نماز دولتی جمعه، به هر حال هر دوشون دولتی هستن، در گفته که عربستان عامل به اصطلاح اجرای توطئه‌های آمریکاست. خب
این ادامه بحرانی است که بین تهران و ریاض وجود داره. اما در سال گذشته باز دیدیم که اون بی‌اعتمادی در کشورهای عرب جنوب خلیج فارس نسبت به حکومت ایران همچنان ادامه داره. نشونه‌هاش هم باز در کنفرانس اخیر سران شش کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس در کویت دیدیم. آیا گامی مؤثر برای رفع این بحران در روابط دو سوی خلیج فارس برداشته شده از طرف تهران؟ آینده این روابط رو چطور می‌بینید؟ اولا اینو من بهتون بگم، الان روابط جمهوری ولایت فقیه با امریکا بهتر از روابط سعودی با امریکا، خیلی چیز جالبی. یعنی عربستانی که دارای روابط تاریخی با امریکا از زمان روزولت و از نظر تسلیحاتی تکیه روی آمریکا داشته و روابط دو کشور استراتژیک بوده در تمام این دوران، امروز روابط پرسوء ظنی با امریکا داره. اظهاراتی که امیر بندر کرده بود در رئیس اطلاعات سعودی با سفرهای اروپایی، سفر دوبارش به مسکو، خرید از روسیه و فرانسه، سفر آقای هولاند نشون داد که سعودی ها شیفت کردن به سوی اروپا و اینه که خیلی روابط پرسوء ظنی دارن، چون معتقدن آمریکا عراق رو تو سینه طلا به جمهوری اسلامی داد و حالا هم میخواد بقیه رو قربانی کنه. در مصر آمریکا ناجوانمردی کرد به مبارک و بعد با آوردن اخوان المسلمین میخواست تمام نظم جهان عرب رو به هم بزن. یعنی این مشکلات رو داره. اما بله، یعنی اظهارات خود سفیر عربستان در لندن هم بله، بله، امیر محمد همین موضوعات بود کاملا. ولی منظورم اینه، چرا روابط ایران و سعودی اصلاح نمیشه؟ چرا یه تلاش ساده آقای رفسنجانی بعد از حج خونین و همه اونا، اعزام پسرش مهدی به همراه آقای موسویان به مغرب که در اون وقت ولیعت عربستان در اونجا بود، که ولیعت اون زمان پادشاه فعلی ملک عبدالله، و دیدار این دو با ملک عبدالله و عهد و پیمانی که نهادن و بعد آمدن ولیعت سعودی به کنفرانس اسلامی در تهران به میزبانی آقای خاتمی، خب ما وارد یه مراحل خیلی نزدیک شد. چرا حالا نمیشه؟ به خاطر اینکه سعودی ها در پنهان و آشکار اعلام کردن ما به جمهوری اسلامی اعتماد نداریم، قولش یه چیه فعلش یکی، ما اومدیم دست دادیم پیمان امنیتی بستیم ولی بعد دیدیم بچه های شیعه ما رو بردن آموزش نظامی دادن برگردوندن سعودی، تو یمن مداخله کردن، به حوثی ها در شمال و کمونیست های جدایی طلب در جنوب کمک میکنن، در بحرین این حیات خلوت ما هر روز یه آشوب ایجاد میکنن، در عراق دارن سنی ها رو از صحنه قدرت خارج میکنن، در افغانستان همینطور. منظورم اینه در همه جا با جمهوری اسلامی درگیرن و معتقدن آقای خاتمی پر، آقای روحانی پر از حسن نیته ولی تصمیم گیرنده ولی فقیه. این حرف آقای رفسنجانی هم تایید کرد زمانی که گفت من حاضرم برم عربستان پادرمیانی کنم و روابط خوب بشه، منتها باید از همه اطراف تایید داشته باشم، و منظورش فقط خامنه ای بود و سپاه. خب نمیشه که از یه طرف دولت لبنان اعلام بکنه ماجد رو گرفته که متهم هست به بمبگذاری در سفارت جمهوری اسلامی و در رأس قائمت المطلوبین most wanted، در رأس کسانی که در عربستان خواستار استرداد و محاکمه شون هستن باشه، و بعد معاون کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی در مجلس بگه سعودی ها پشت بمبگذاری بودن. خب ببینید یعنی نمیتونه بین دو کشور صفایی برقرار بشه وقتی یک شخصیت سپاه یا مقامات بلندپایه عربستان رو متهم به بمبگذاری میکنن، و باز دیروز که بمب در منطقه جنوب بیروت در منطقه تحت سلطه حزب الله بود، باز عربستان رو متهم کردن، و از اون سوی هم بگن سفیر آقای رکن‌آبادی در بیروت بگه ما خواستار بهترین روابط با سعودی هستیم. دیگه اینجا سعودی ها میگن ما حرف و قبول نداریم، عمل باید به ما ثابت کنه، و به نظر میرسد عملی در کار نیست. آقای سازگار، آقای نوزده یک مثال زد که ولایت فقیه حکومت ایران یک میزه با یک رومیزی و فونزهایی که این رومیزی رو خوش جلوه میدن و نگه داشتن روی میزی که پایه‌هاش لقه. این نظام از بیرون وقتی نگاه میکنین این پایه‌ها چی هست؟ پایه‌های قدرت آقای خامنه‌ای؟ این سوال رو
چندین ماه پیش هم من داشتم که این پایه ها چی هست که تمام تصمیمات هم از بازی لیلی بچه ها دیده شد. ویدئوش از آقای خامنه‌ای میگه به بچه ها به جای کامپیوتر اینا لیلی بازی کردن یاد بده. تا مذاکرات اتمی، تا دخالت در لبنان، تا فتنه انگیزی به قول حضرات در عربستان و بقیه کشورها، همه در بیت رهبریه. پایه های قدرت ایشون ولی فقیه هر که هست چی هست؟ ببینید اولین چیزی که به ذهن میرسه این است که آیا متکی به اکثریت مردمی، چیزی که خود حکومت دوست داره این رو بگه، دوست داره بگه در نهده که 40,000 نفر 50,000 نفر ساندیس خور توی میدان انقلاب جمع کرده بود، میلیون ها نفر، خود آقای خامنه‌ای اولین دروغ رو به کار برد، گفت 10 میلیون نفر، میلیون ها نفر اومدن، این نظام اکثریت پشتش. انصافا زندانی سیاسی شجاع ما مجید دوری نامه شجاعانه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته بود که شما چرا انقدر به اصطلاح لبلب من لبلب تو باقالی به چمن بازی میکنید، این چه جور چیزی است؟ اگر راست بگین یه روز فقط بگید مردم رو نمیزنید، بیان هر جایی هم شما دوست دارین تعیین کنید، همه خبرنگارا هم دعوت کنید و بگید که بیان توی خیابون و راجب حس رو جنبش سبز و حق مردم، وقت ببینید که اگر اکثریت نیومدن هر چی شما بگین درسته. یا آقای عیسی سرخیز هم روزنامه نگار شجاع ما همین رو نوشته بود در پاسخ توهین های آقای صادق لاریجانی. نکته دوم این است که آیا این نظام جای تغذیهش، بنابراین یه حکومت اقلیت مطلق داریم به اکثریت مردم. حالا سوال شما این است که آیا این اقلیت مطلق از کجا تغذیه میکنه، به اصطلاح قدرتش در کجا باز تولید میشه که میتواند به حیات خودش ادامه بده؟ قدرت نظام جمهوری اسلامی که به حیاتش ادامه میده در درجه اول الانی که صحبت میکنیم به سرکوب سیستماتیک متکیست، یعنی سانسور، بستن، گرفتن، زندان کردن، ترسوندن و اون النصر به رعبی که آقای خامنه‌ای بهش قائله و اون را از معاویه ابن ابی سفیان بلند کرده این جمله رو. نکته دوم، یک درجه بریم عقبتر، این نظام با همین توازن بین باندهای مافیایی در واقع داره توازن خودش رو حفظ میکنه. اما ورای وقت ما رو به پایان، اگر خلاصه بفرمایید. آخرین نکته که به نظر من نباید از اون غفلت کرد این است که این نظام به هر حال در پایگاه های تئوریکی که برای خودش ساخته و این پایگاه های تئوریک رو به همون اقلیت وصل کرده از اون تغذیه میکنه، اما مخالفینش پایگاه های تئوریک روشنی رو نتونستن ترسیم کنن و مهمتر از ترسیمش ممکن است در تئوری دموکراسی و سکولاریسم رو مطرح کنن اما نتوانستن این مبانی تئوریک رو به پایگاه های اجتماعی روشنی متصل بکنن که قدرت سازمان یافته ای رو بتونن شکل بدن. مجموع اینها به نظر من حیات حکومت رو نگه میداره، ولی حیات لرزان و تعادل ناپایدار و موازنه وحشتی رو در واقع شکل داد. آقای نورزاده خیلی مختصر بفهمید، ممنون میشم. این وضعیت لرزان آیا میتونه انسجامی دوباره پیدا کنه یا اینکه لرزان و لرزانتر خواهد شد با شیوه عملی که در عرصه داخلی و در عرصه منطقه‌ای و در عرصه بین المللی داره؟ با توجه به آنچه های دکتر سازگارا گفت در رابطه با پایگاه قدرت، رژیم تمرکزش روی ارعاب، روی سپاه، روی سرکوب، روی زندان و پول، پولی که در اختیارش است، و در کنار همه اینا ضعف اپوزیسیونه. اگر اپوزیسیون ما یک اپوزیسیون منسجم و درستی بود که به موقع میتونست تصمیم بگیره، نه فقط انفعالی رژیم آدم بکشه اعلامیه بده محکوم کنه، نه، کارش باید جلوگیری از اعدام بود. اگر اپوزیسیون میتونست در سطح بین‌المللی حضور داشته باشه، مطمئن باشید رژیم رو به سستی بیشتر میرفت. تا زمانی که با هزار زبان سخن میگوییم
و حاضر نیستیم همدیگر رو تحمل بکنیم، رژیم جمهوری اسلامی سایه نامبارکش رو بر سر ما نگاه خواهد داشت. سپاسگزارم آقای نورزاده عزیز در لندن و آقای سازگارا محسن سازگارای عزیز در واشنگتن، با سپاس بسیار و با آرزوی سالی خوش برای همه ایرانی از هر قوم و از هر دین و مذهبی که هستند، از هر عقیده، با آرزوی اینکه در سال جاری که چند روز سوم را آغاز کردیم، سال میلادی جاری، هیچ زندانی سیاسی در ایران نباشه و در هیچ کجای دنیا، آرزوی اینکه جهان در صلح پایدار زندگی کنه و ملت‌ها دست در دست هم در این کره خاکی زندگی دلنشینی داشته باشند و انسان ایرانی برخوردار از زندگی شایسته انسانی، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، تو چال سند و سبلان و آسواری و کوساران دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Thank you.